نگاهی به کسب و کار سینما و فیلم های جدید ساعت خبر رو ادامه میدیم مثل هر جمعه با بهنام ناطقی. خب بهنام، دیگه وسط تابستون رسیدیم و ظاهرا تکلیف این فصل سینمایی باید دیگه معلوم بشه دیگه. درسته، و فصل سینمایی 2017 به عنوان یک فصل نسبتاً کساد با 11% افت نسبت به سال قبل در تاریخ ثبت میشه، اما ضمناً فصل تاریخی هست چون زن عجوبه واندر وومن، یک فیلم زن ساخت و زن محور ابرقهرمانی با پیام ضد جنگ، مادری و تیمارداری، قهرمان گیشه هاست، در حالی که شاهد سقوط نسبی چندین فرانچایز سینمایی بودیم با بودجه های 200 میلیون دلاری. اما عمده ترین فیلم تابستان امسال پنجشنبه هفته گذشته در مراسم عظیمی با پخش جهانی در لس آنجلس رونمایی شد. برای اکران جهانی فیلم مرد عنکبوتی بازگشت به خانه، استودیوی سونی محلی تاریخی مرکز هالیوود در اطراف سینمای چاینیز رو در یک نمایش خیابانی بزرگ و هیجان انگیز غرغ کرده بود. جزئیات مراسم در سراسر جهان پخش می‌شد. Spider-Man was created by the great Stanley, who's right around here somewhere. Kevin Feige رئیس استودیوی مارول میگوید مرد عنکبوتی رو استنلی به همراه استیو دنکوی بزرگ در سال 1962 به وجود آوردند که وزنی در مقابل دیگر شخصیت‌های قصه مصورهای مارول باشد. استنلی خالق مرد عنکبوتی اینک 94 سال دارد و به ویژه در دهه اخیر شاهد آن بود که شخصیت‌هایی که خلق کرده به ستون‌های یک صنعت سینمایی جدید تبدیل شدند با میلیون‌ها مخاطب و میلیاردها دلار فروش بلیت، عروسک و اسباب بازی و بازی کامپیوتری. نویسنده استنلی میگوید برای او مرد عنکبوتی یک آدم واقعی است با مشکلات واقعی، و فقط این نیست که با تبهکارها مبارزه میکند، بلکه او همیشه سعی کرده به مرد عنکبوتی مشکلات واقعی بدهد. هومکامینگ یا بازگشت به خانه نخستین فیلم از سری جدید مرد عنکبوتی، ششمین فیلم مرد عنکبوتی شرکت سونی و اولین فیلمی است که مرد عنکبوتی رو به ابرقهرمان‌های مارول وصل می‌کند. بازیگر نوآمده انگلیسی تام هالند می‌گوید بازی در این نقش برای او مثل خوابی بود که تعبیر شد. جان فاورو 10 سال پیش اولین فیلم‌های استودیوی مارول رو کارگردانی کرد. مرد آهنی 1 و 2 که از جمله پرفروش‌ترین فیلم‌های مجموعه بودند. جان فاورو می‌گوید اوایل کار سخت بود چون کسی نمی‌دونست که این فیلم‌ها تماشاگر خواهد داشت. اما حالا که هوادارها و تماشاگرها از این فیلم‌ها خوششان آمده، کار تا حدود زیادی راحت‌تر است. به خصوص اگر بتوانند در جلب استعدادهای جدید موفق باشند. مرد عنکبوتی بازگشت به خانه از امروز در 60% از بازارهای سینمایی جهان و در 4341 سینما در آمریکا همزمان افتتاح می شود و نظرسنجی از تماشاگران نشان داده که اگر مرد عنکبوتی پرفروش‌ترین فیلم تابستان امسال نباشد، بعد از زن عجوبه دومی خواهد بود با 90 میلیون دلار فروش افتتاحی در آمریکا و 200 میلیون دلار در سراسر دنیا. ولی بهنام، ظاهراً استودیوی مارول بر این مراسم غلبه داشت. درسته، چون به خاطر فکری که سونی انجام داد، خانم ایمی پاسکال رئیس سونی، مارول اومد به عنوان یک رئیس سابق باید گفت واحد کلمبیای شرکت سونی به اصل پیوستن رقیبی که نمیتونی شکستش بدی، اومد با مارول همکاری کرد و بحث زیادی هست حالا بر سر این که آیا کدوم یکی از اینها در تعیین تکلیف این فیلم نقش دارند. مرد عنکبوتی بازگشت به خانه بار دیگر به سرچشمه این ابرقهرمان محبوب برمیگردد. دانش آموز یتیم و خجل دبیرستان که با عمه و عمویش در نیویورک زندگی میکند، در اثر نیش پشه قدرت‌های ابر انسانی مییابد. اولین حادثه بزرگ زندگی او همکاری با ابرقهرمان‌های گروه اونجرز در نیویورک است علیه مهاجمان فضایی. Peter loves being Spider-Man. کارگردان جان واتس میگوید در آغاز فیلم پیتر پارکر عشق میکند که اسپایدرمن باشد، ولی خوش ندارد پیتر پارکر باشد چون پیتر پارکر نماینده گذشته اوست، یعنی دانش آموز درس خوان ولی منظری دبیرستان. ولی به عنوان مرد عنکبوتی، تونی استارک مرد آهنی رو دیده، کاپیتان آمریکا رو زده و آینده درخشانی پیش رو دارد. اما در هر حال ابتدا باید با پیتر پارکر بودن خودش کنار بیاید. مکای Alright. It's not a hug. I'm just grabbing the door for you. We're not there yet. Alright, kid. Good luck out there.
اما برای نوجوان دیدار با تونی استارک سرانجام با نومیدی به پایان میرسد، زیرا استارک او را تشویق میکند که برگردد به زندگی خودش و درس و مشق دبیرستان و سعی کند ابرقهرمان محله باشد. کارگردان جان واتس میگوید این اولین فیلم ابرقهرمانی مارول است که نه بالای برج‌ها و از سیاره‌های دوردست خدایان، بلکه کف زمین جریان دارد و به زندگی مردم عادی و بچه‌های دبیرستان میپردازد در جهانی که ابرقهرمان‌ها با مهاجمان فضایی نزاع می‌کنند و خدایان از آسمان به زمین آمدند. دسته تبهکاری به ریاست لاشخور با بازی مایکل کیتن از زباله‌های الکترونیک بازمانده از مهاجمان فضایی تجهیزات تازه می‌سازند برای سرقت از بانک‌ها و فرصتی است برای مرد عنکبوتی که قدرت‌های خود را آزمایش کند. منتقدها پرداختن فیلم به مشکلات این نوجوان دبیرستانی و اطرافیانش را نقطه قوت فیلم مرد عنکبوتی بازگشت به خانه می‌دانند که به ویژه کمک می‌کند تکراری بودن صحنه‌های حادثه‌ای به چشم نیاید. بهنام، معلومه که مرد عنکبوتی برنده مسابقه گیشه است، چون این پایان هفتهش رقیبی نداره. درسته، خب البته یک سال پیش قابل پیشبینی نبود که فیلم‌های مثل ترانسفورمرز مومیایی و حتی کاردون‌های من نفرت انگیز و ماشین‌ها سریع میدان رو خالی کنند. پخش کننده شرکت سونی رقم 80 میلیون دلار رو پیش بینی کرده برای فروش سه روز اول فیلم در آمریکا روی 4348 اکران، ولی کارشناسا امروز صبح میگن که 80 میلیون بی‌نهایت محافظه‌کارانه است. در سایت‌های اینترنتی تماشاگرها بیشتر از فیلم‌های زن عجوبه دکتر استرنج و لوگن به این فیلم نگاه کردن. اونا فروش افتتاحیه بالای 80 میلیون داشتن. به اسپایدرمن علاقه بیشتری نشون دادن. میانگین 98 نقد مطبوعاتی فیلم در پایگاه‌هایی که به این نقدا نمره میدن 93 بود و از حضور اسپایدرمن در فیلم کاپیتان آمریکا سال گذشته خب خیلی استقبال شد. با توجه به محبوبیت تاریخی شخصیت اسپایدرمن و بلیط‌های گرون سه‌بعدی و آی مکس، بعضی کارشناس‌ها حتی پیش‌بینی می‌کنن 110 میلیون دلار برای سه روز اول و حتی این هم ممکنه محافظه‌کارانه باشه. فیلم من نفرت‌انگیز 3 بلافاصله بعد از اسپایدرمن میاد در مقام دوم جدول قرار می‌گیره. استودیوی ایلومینیشن سازنده فیلم واحد نقاش متحرک شرکت یونیورسال با دقت و تیزهوشی و پرهیز از ولخرجی همیشه نشون داد که میتونه از رقبای خودش پیکسار، دیزنی و دریم ورکس پولسازتر باشه. در فیلم من نفرت انگیز 3 ولی مرتکب لغزش‌هایی در قصه پردازی شده که باعث شده فروش فیلم در سه روز اول 11 میلیون دلار کمتر از فیلم دوم همین مجموعه است و 8 میلیون دلار کمتر از پیش بینی ها. ولی در هر حال درآمد من نفرت انگیز 3 در هفته اول اکران در سراسر دنیا فعلا از 250 میلیون دلار بالاتر زده. برای محاسبه ظریف افت فروش فیلم در هفته دوم، کارشناسا میبینن که اولین فیلم این مجموعه است که تماشاگرها در نظرسنجی سینماسکور به جای A بهش A- دادن. با احتساب حالا 54% افت نسبت به فروش افتتاحیه، من نفرت انگیز در سه روز اول هفته دوم اکرانش 33 میلیون دلار فروش میکنه در 4536 سینما در آمریکا. اما هفته گذشته فیلم بیبی درایور از پیشبینی ها بهتر کار کرد. در فیلم جدید کارگردان مبتکر انگلیسی ادگار رایت، نماهای تعقیب گریز ماشین‌های دزدای بانک در خیابان‌های آتلانتا سینک شده با نغمه‌ها و ضرب آهنگ‌های 35 ترانه پاپ و راک در گوش راننده با بازی انسل ارگورد. فیلمی است درباره مهارت‌های رانندگی، ولی مهارت‌های یک سینماگر سینما باز رو نشون میده که کارش ترکیب ژانرهای سینمایی هست. در ادامه کارهای درخشانی مثل شان مردگان و هات فاز، فیلم بیبی درایور در 6 روز اول اکران معادل کل فروش فیلم قبلی ادگار رایت در آمریکا بلیت فروخته. فروش جهانی اون به 50 میلیون دلار نزدیک میشه و افت فروش اون در هفته دوم نسبت به هفته اول کمتر از 30% پیش بینی شده. یعنی طی 3 روز آینده در 3226 سینما اندکی بالاتر از 15 میلیون دلار فروش خواهد کرد در مقام سوم جدول. ولی مقام چهارم جدول همچنان در اختیار فیلم زن عجوبه است که 10 میلیون و 200 هزار دلار فروش براش پیش بینی شده. این موفق ترین فیلم تابستان امسال هست. فروشش در آمریکا به 370 میلیون دلار و در جهان به 700 میلیون دلار رسیده. صاحب رکورد پرفروش ترین فیلم زن ساخت تاریخ است.
زن عجوبه در هفته ششم اکرانش بهتر از فیلم ترانسفورمرها آخرین سلحشور در دومین هفته اکرانش کار میکنه که فروش حالا ناامید کننده ای داشت ترانسفورمرها و ناامید کننده تر از اون کمدی جدید ویل فارر و ایمی پولر فیلم خانه بود که در سه روز آینده در آغاز دومین هفته اکرانش فقط 5 میلیون دلار فروش خواهد کرد براش پیش بینی شده که یعنی خانه در تالارهای بزرگ و خنک 3134 سینما داره برای صندلی‌های خالی نمایش داده میشه. برعکس فیلم خانه، فیلم فریب خورده از سوفیا کوپولا که هفته پیش با نمایش فقط در 674 سینما به مقام هشتم جدول رسید و تا به حال 5 میلیون دلار فروش کرده. این فیلم به گفته خود خانم سوفیا کوپولا روایت زن محور فیلم سال 1971 که دان سیگل هست به همین اسم با شرکت کلینت ایستوود، داستان یک افسر زخمی نیروهای شمال در جنگ داخلی آمریکا که وارد یک مدرسه شبانه‌روزی دخترانه میشه در ویرجینیا درست زیر گوش نیروهای سپاه ایالت‌های جنوبی. نقش کلینت ایستوود رو حالا تو فیلم جدید کالن فارل ایرلندی بازی میکنه که در فصل نهایی فیلم قربانی انتقام خشونت‌آمیز و حتی چندشاور زنهایی میشه که قبلا برای جلب محبت او با هم رقابت میکردن. نقش مدیر مدرسه هم دیدی نیکول کیدمن هست. فوکوس فیچرز یک واحد استودیو یونیورسال از شرکت کامکست پخش کننده فریب خورده از امروز تعداد سینماها رو میاره به 941 تا افزایش میده و فروش سه روز آینده فریب خورده 3,300,000 دلار پیش بینی شده که بعد از فیلم ماشینا همچنان در مقام هشتم جدول قرار داره.